من کانسنتشون هستم. فوت شدن. ببین ایشون فوت شدن. میگم سکته کردن. من مدرس به ما امروز خبر دادن که فوت شدن. من الان توی ماشین بهترا هستم آقا. این صدای فریده جمشیدی بود، همسر آقای هدا صابر، که ساعتی پیش در حال انتقال پیکر همسرش به پزشکی قانونی کهریزک بود و الان گفتگوی خواهیم داشت با فیروزه صابر. خانم صابر، ضمن تسلیت به شما بفرمایید که چگونه از مرگ برادرتون آقای هدا صابر اطلاع پیدا کردید و کی احتمالاً مسئولان شما در جریان گذاشتن؟ ما امروز از طریق سایت آقای نوریزاد خصوص شنیدیم و دوستان زنگ زدن تماس گرفتن. متاسفانه هدا که در زندان بود و اطلاع داریم به خاطر فاجعه حاده در اعتصاب غذا بود، از ساعت 4:30 صبح جمعه 20 خرداد در واقع درد قلبی پیدا کرده بود و دو بار حالت سکته بهش دست داده بود و اطلاع داده بود. متاسفانه ساعت 10:30 به بیمارستان ارسالش کردن، به بیمارستان مدرس، که با تنگی در واقع نفس شدید و فشار خون پایین منتقل شده بود. اونجا آنژیوگرافی کردن، استند گذاشتن، ولی فشار خونش پایین بود و در واقع وسعت سکته و ورم ریوی زیاد بود و درمان ها اثر نکرده بود. متاسفانه نکته مهمم این که از اون روز تلا به خانواده نگفتن و علارغم این که امروز پیگیری شد از طریق کارشناسای پروندهش، بودن گفتن چیزی نیستش، ولی ما به بیمارستان مدرس مراجعه کردیم. اونجا مواجه شدیم با هدا در سردخونه. منم رفته سمت در واقع پزشک قانونی کهریزک با همسرش که اونجا دارن کالبد شکافی میکنن، چون خانواده شکایت کردن همسرش و پسرش به دلیل اینکه چرا دیر رسوندن به بیمارستان و چرا خبر ندادن به ما. و پاسخ مسئولان زندان چه بوده؟ همونطور که شما اشاره کردید آقای صابر ساعت‌ها در زندان به علت دردی که داشتن فریاد می‌زدن ولی کسی پاسخگو نبوده گویا. بله، ما هنوز مسئولان زندان دیگه نرفتیم که فردا ملاقات داشتیم در واقع، ولی بازپرس پرونده که اومد شکایت‌ها رو گرفت و رفتن به سمت کهریزه که ببینیم که نتیجه چیه. البته نتیجه هر چی که باشه که تمام شده، ولی ما شکایت جدی داریم که چرا فحل‌انگاری شده و دیر رسوندن به بیمارستان و با این در واقع فاجعه ما مواجه شدیم. گفته میشه که پزشکان بیمارستان علت مرگ و تأخیر مقامات زندان در انتقال به موقع آقای صابر به بیمارستان عنوان کردن. بله همینطوره، حدود 5-6 ساعت اعلام کردن. بله. آیا این به صورت کتبی اعلام شده، چون باعثی منتظر جواب پزشک قانونی هم بود؟ در مورد این نکته خاص کتباً ندادن، ولی پزشکان به ما شفاهن اینو گفتن. بله. خانم صابر بفهمید کی و کجا قرار است مراسم خاکسپاری آقای صابر برگزار بشه؟ منتظر هستیم که مشخص بشه وضعیت پزشک قانونی و تصمیم بگیریم. احتمالاً فردا مراسم خواهد بود.